خواب الوافدون على غيرك خسر المتعرضون إلا لك فضاع الملمون إلا تمام خوف و ترس هایی که انسان دارد برای این است که خودش را میبیند، اگر چنانچه دید که خدا هست در کار نمیترسد. بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم. ارتباط مستقیم داریم با بغداد به شهادت رسیدن سردار سلیمانی در عملیات تروریستی و واکنش ها بعد امروز و یک شنبه آخرین خبرها سراسر کشور را بارانی می‌کند. تلاش بی‌وقفه برای دفاع از امنیت بهداشتی و سلامتی مردم. حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها، حوادث دستساز بیگانه ها مثل تحریم و امثال اینها که انسان رو متوجه ضعف های خودش میکنه، چه ضعف های طبیعی خودمون که انسان بدانه که جای مغرور شدن نیست. ما هممون ضعیف هستیم، آسیب پذیر هستیم. گمان نکنید که شما خودتون میتوانید یک کاری انجام بدید. شما اون هستید که اگر یه مگس بیاد آزارتون بزد شب نمیتونید بخوابید و روز نمیتونید آرام بگیرید. اگر یک پشه در شب بیاد نمیذارد شما آرام بگیرید. فقط به در خانه خدا باید رفت. در خانه دیگری بریم ناامید برمیگردیم. دست به طرف دیگری دراز کنیم غیر از خدا، دستمون تهی برخواهد گشت. همه ابزارهای عالم وسایل الهی هستند. او مسبب الاسباب است. در دل ما که جای خوف و خشیت خداست، ترس راه ندارد و همه راز و رمز نصرت الهی در همین نکته نهفته است. اگر بترسی همه چیز از دست می رود و از آن پس باید زمین گیر شد، ذلت را بپذیری و از همه آرمانهای الهی و عدالت خواهانه چشم بپوشی. با این اسباب باید کار کنیم، از این اسباب استفاده کنیم، اما نتیجه و اثر رو از خدای متعال بخواهیم.